و شما همیهنان گرامی پاینده و پیروز باشید در هر جای دنیا که هستید. پاینده باد آریابوم جاودان ما، سرزمین نیاکان ما، آنچه که از نیاکان ما به ما ارث رسیده و آن سرزمینی که خورشید تمدن از اونجا درخشیدن آغاز کرد. ما مشعلداران تمدن و فرهنگ انسانی هستیم و هرگز تسلیم آخوند و ضحاک نخواهیم شد. پاینده باد مردمی که آرزوی آزادی و استقلال میهنشون رو دارن. پاینده باد اسطوره های فرهنگ و تاریخ ایران زمین که نخواهیم گذاشت توسط یک مش شیاد و یک مش خائن و یک مش دروغگو ربوده بشن. امروز که 20 مرداد سال 2570 شاهنشاهی ایران به تقویم تازیان 1390 و به تقویم میلادی 11 آگوست 2011 در خدمت شما هستم. امروز آخرین برنامه من با ساعت‌های قدیمیه و از هفته دیگه برنامه‌های من در ساعت‌های جدیدی آغاز خواهد شد. ساعت‌ها رو یه بار دیگه اعلام می‌کنم و بعد به برنامه امروز رو می‌پردازیم. از هفته دیگه، از شنبه به بعد، یعنی به وقت ایران، از هفته دیگه یک شنبه ها ساعت 8 عصر برنامه من خواهد بود به مدت 1 ساعت. روزهای دوشنبه به ساعت 9:30 شب ایران، همینطور روزهای چهارشنبه به زمان 9:30 شب به وقت ایران و روزهای پنجشنبه مثل امروز باز به مدت 1 ساعت ولی ساعت 12:30 شب به وقت ایران در خدمت شما خواهم بود. خوشحال میشم اگه دوستانی که میخوان در برنامه من رو زنگ بزنن میتونن تلفن بکنن و عقایدشون رو و صحبتاشون رو با من در میون بذارن. سپاسگزارم از دوست عزیزمون میلاد که با سایت بسیار خوبی که داشت درست کرده، ببخشید، www.millisatnews.org. یه بار دیگه رو میخونم، www.millisatnews.org. میلاد گرامی تلاش میکنه که به همیانانش خبررسانی کنه درباره تلویزیون های برون مرز، تلویزیون های سیاسی و دوستانی که علاقه دارن با فرکانس های ما و چگونه میشه ما را از طریق ماهواره به خانه آورد، میتونن علاوه بر سایت خود تلویزیون ایران آریایی به این سایت هم مراجعه کنن و در اونجا اطلاعات کافی در این مورد گذاشته شده. از میلاد عزیز سپاسگزارم و امیدوارم بتونم میلاد رو به زودی در برنامه خودم داشته باشم. جوانی 20 ساله از داخل ایران که با همه خطرهایی که براش وجود داره تلاش میکنه برای آزادی میهنش فعال باشه. از همین جا میلاد دعوت میکنم اگه صلاح دونست از لحاظ امنیتی بیاد هفته دیگه در برنامه من و هر چی که در دل داره صحبت کنه. دوستانی که برنامه های من رو نگاه میکنن یادشون هست که من در رابطه با سالروز قتل ناجوان مردانه یک میهن پرست به نام فرخزاد، به یاد فریدون فرخزاد، صحبت های در برنامه خودم داشتم. در سال 1992، در آگوست 1992 میلادی، فریدون فرخزاد رو عاملین جمهوری اسلامی در شهر بن آلمان به قتل رسوندن. همانند قتل‌هایی که در سال‌های گذشته توسط جمهوری اسلامی به خصوص در اروپا انجام شده، من بر این باورم مثل همین اون قتل‌ها که در تمام این قتل‌ها دولت‌های اروپایی اگر شریک جرم نبودند حداقل چشم‌های خود را و چشم و گوش خودشون را بسته بودند و جاده را برای قاتلین جمهوری اسلامی باز گذاشته بودند و همیشه هم پس از اینکه این کار را می‌کنند دولت جمهوری اسلامی با تاراج گذاشتن منابع ملی ما و قراردادهای اقتصادی چندین میلیارد دلاری به اونها پاداش داده. یاد اون نره منوچهر فرهنگ رو در اسپانیا کشتن، کوروش آریامنش رو در فرانسه و فریدون فرخزاد رو در آلمان و فرزند بزرگ ایران زمین، اولین قربانی ترور جمهوری اسلامی، نوه رضا شاه بزرگ، فرزند شاهدخت اشرف پهلوی، ناخدای نیروی دریایی شاهنشاهی ایران، فرمانده هاورکرافت‌های ایران در باز پس گرفتن 3 جزیره خلیج فارس، خلیج همیشه فارس، تنب بزرگ، تنب کوچک و آموسا، چه کسی رو دارم میگم؟ والا گوهر شهریار شفیق، نوه رضا شاه بزرگ رو هم با ضرب 2 گلوله
در همین اروپا کشتن و آر از آب تکون نخورد. چیزی که من رو غمگین میکنه و امروز میخوام کمی در واقع صحبت کنم در رابطه با سکوت اشخاصی است که سالها هویت سیاسی خودشون رو فقط و فقط در این تعریف کرده بودن که با پهلوی ها مخالفن، کسانی که در باور من جزء ارتجاع بودن، جزء ارتجاع سرخ و سیاه بودن، کسانی که اومدن ملیت ایران رو با مذهب شیعه توام کردن و نام جبهه ملی رو بر خودشون گذاشتن و سخنگوشون و رهبرشون سنجابی به شهادتنامه آقای خمینی نوشت، کسانی که در کابینه ننگین مهدی بازرگان در اعدام‌ها و قتل‌عام‌های خمینی سهیم بودند و سکوت کردند و زمانی این کابینه استعفا داد که سفارت آمریکا گویا اشغال شد، ولی در زمانی که جوانان، زنان و مردان میانترست ایران رو در دوران نخست وزیری بازرگان اعدام می‌کردند بدون دادگاه، ایشون استعفا نکرد. صحبت من با طرفداران همچین طیف‌های سیاسیه، چه از حزب توده و هوادارانش، چه از آنهایی که فکر میکنن با توام کردن و ادغام مارکسیسم و اسلام و پناه گرفتن در آغوش صدام حسین نمیدونم میهن پرست میشن، نمیدونم اینا چی فکر میکنن، و همچنین کسانی که هنوز که هنوزه بعد از 32 سال فکر میکنن که رژیم ننگین خلافت جمهوری اسلامی، چون هم خلافته و هم یک جمهوریه، جمهوریه، چرا من میگم جمهوریه؟ چون من باور دارم که جمهوری در کشورهای جهان سوم، کشورهایی که مذهب زده هستن، بهره بیش از این نخواهند داشت. صحبت من با اوناست که به عنوان اصلاح طلب هنوز میخوان این خلافت اسلامی و این جمهوری اسلامی رو به قول خودشون رفرم کنن و دوران طلایی امامشون خمینی رو به ایران برگردونن. صحبت من اینه که این اشخاص 32 ساله دارن سکوت میکنن در باره قتل عام‌هایی که از طرفداران نظام پادشاهی شده، فرهنگ خودی و ناخودی رو رواج میدن. وقتی که اومدن و والا گوهر شهریار شفیق، ناخدا شهریار شفیق رو در کشتند، من یادم نمیاد که یکی از اینها که در زمان شاه تمام هم و غم نشون این بود که ایرادهای به اصطلاح روشنفکرانه از نظام پهلوی رو گیرن، یکی از اینها بیاد و اعتراض کنه به ترور. خانم آقایون، در شهر وین حدود سال 1984 جریانی بود به نام قطار مشروطه و طرفداران پادشاهی و ضد جمهوری اسلامی تظاهرات میکردن، چندین هزار نفر. یادم نمیره که در اون زمان طرفداران جنبش چپ ایران و اتفاقا همین طرفداران جبهه ملی کنار خیابون وایساده بودن و طرفداران نظام پادشاهی رو بهشون توف میداختن و حتی با چماق به جون اونها میافتادن و پلیس اتریش کاملا سکوت کرده بود. و من یادمه که یکی از دوستان من که با مادرش در این تظاهرات بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، نه توسط حزب الله یا بلکه توسط این افراد. من در این باورم که مشکل ایران و جامعه ایران روشنفکران جهان سومیه که از روشنفکری فقط دروغ گفتن رو و از روشنفکری فقط تعصب رو یاد گرفتن، کسانی که نه تنها جهان سومی هستند بلکه دست دومی و دست سومی هم هستند. یعنی چی دست دومی؟ یعنی چی دست سومی؟ یعنی اینکه ببینید کوتاه براتون بگم، میدونید که در دوران صفوی سانسور مذهبی و کتب ایرانی آغاز شد و در دوران قاجار به اوج خودش رسید. بسیاری از ایرانیانی که میخواستن با اندیشه های دنیای مدرن آغاز بشن مجبور بودن که برای مطالعه این کتب به ترکیه برن و بسیاری هم به لبنان میرفتن، به خصوص اول قرن بیستم، و همچنین بسیاری از کتابهایی که در اروپا چاپ میشد از قرن 19 و اول قرن بیستم، این کتابها اول به ترکی و عربی چاپ میشدن و بعد به اصطلاح روشنفکران به زبان عربی تسلط داشتن اینها رو به زبان عربی میخوندن و یا بدتر از اون می اومدن بعضی این کتاب ها از عربی و ترکی به فارسی ترجمه می کردن و این باعث شده بود که در این ترجمه ها اولا این کتاب ها اول بیم به عربی و ترکی چاپ می شد و بعد به ایرانی، در این وسط هم در اینا دستکاری می شد. یعنی بسیاری از روشنفکران نمی تونستن مستقیما کتاب های روشنگران فرانسوی، آلمانی و انگلیسی زبان رو بخونن. در این کتاب هایی که به فارسی بعد بازگردانی می شد بسیار دستکاری میشد و خود من چون خب به زبان آلمانی تکلم میکنم و زبان آلمانی رو مثل زبان دوم خودم صحبت میکنم،
بارها مشاهده کردم که کتاب‌هایی که به خصوص کتاب‌های قدیمی کاملا با اون اصل در تضاد هستن و درها دستکاری میشه. و علاوه بر اون مشکلی که در ایران بوده به خاطر اینکه مسئله شیعه در ایران سانسور مسئله میکرده، بسیاری از کتب تاریخی اسلام نیست در ایران یا چاپ نمیشدن یا اینکه اگه چاپ میشدن به شدت سانسور میشدن. به طور مثال کتاب‌های البلاذری، الواقدی، کتاب‌هایی که مثل سیرت رسول ابن هشام و همچنین کتاب‌های حدیثی که مال سنی هاست ولی هیچ دلیل نداره که در مثلا در کشور شیعه ایران هم از اونها چاپ نشن و استفاده نشن. کتاب حدیث صحیح البخاری یا صحیح مسلم رو، اینها رو هیچ کدوم از اینها در ایران یا چاپ نمیشن یا از اونها تبلیغ نمیشه و اگر هم چاپ میشن به شدت سانسور میشن. چرا؟ در جاهایی که خب صحبت از حمله به ایران میشه در زمان آقای علی ابن ابی طالب یا همکاری فرزندان و حسن و حسین در جهادهایی که حتی در زمان عثمان بوده به ایران، خب اینا سانسور میشن و مسئله دیگری. این جریان‌هایی که برای شما کوتاه شرح دادم باعث شده که خط روشنفکری ایران از روز اول یک روشنفکر اولا جهان سومی و دوما دست دوم و دست سوم باشه. روشنفکری که همونطور که علی میکروتوس در کتاب باشناسی یک شکست خودش نوشته، جامعه سیاسی ایران رو به یک جامعه سیاسی متعصب و جامعه سیاسی متعصب با فرهنگ ایلی و قبیله‌ای تبدیل کرده. یعنی چی فرهنگ ایلی و قبیله‌ای؟ کوتاه توضیح میدم براتون که این همین ریشه‌ای که امروز ما خودی و ناخودی در این فرهنگ داریم هم از اینجا ریشه گرفته. ببینید پس از حمله تازیان به ایران که شیرازه ایران شهری در هم ریخته شد، تازیانی که به ایران تاختن دارای فرهنگ قبیله‌ای بودن. پس از اونها، پس از دوره کوتاهی که ایرانیان تونستن توسط سلسله های مثل زیاری، بویه، سامانیان، صفاریان و امثال اونها تونستن برای مدت کوتاهی که به اونها به آلمانی میگن دست ایرانیش اینترمتسو، یعنی مدت انتقالی که حدود قرن نهم و دهم در ایران سلسله وجود میان که ایرانی بودن و مستقل بودن، پس از اونها ولی متاسفانه سلسله ترک‌نژاد غزنوی و سلجوقی و امثال هم و بعد از اونها مغولا در ایران قدرت رو دست میگیرن. در این 1400 سال بس ما شاهد بودیم که مدت زیادی تازیان بودن که اینا فرهنگ قبیله‌ای داشتن و بعد سلجوقی ها، غزنوی ها و سلسله ترک‌نژاد که اینها هم دارای افکار قبیله‌ای بودن و این باعث شد که در این 1400 سال فرهنگ جامعه ایران یک فرهنگ قبیله‌ای بشه. یعنی بسیاری از این حکومت‌ها که ریشه ایرانی نداشتن تونستن با قدرت نظامی قبایل خودشون قدرت سیاسی رو در ایران به دست بیارن و تثبیت کنن. رواج فرهنگ قبیله یکی از زیانبارترین نتایج شکست جنگ ایرانیان در جنگ قادسیه بود که کمتر در مورد اون صحبت شده. در فرهنگ قبیله‌ای که شما قانون رو خودی و ناخودی دارید، یعنی اگه هم قبیله شما دچار گناهی بشه اون گناه بخشیدنیه ولی وای به حالی که اگه جزء قبیله خودی ها نباشه. این فرهنگ قبیله‌ای که در دستگاه اداری سیاسی اداری و سیاسی ایران در زمان صفوی توسط قبایل قزلباش ادامه پیدا میکنه، بعد ما در دوران قاجار این رو به اوج خودش ببینیم. شما میبینید در دوران قاجار پس از اینکه فتحعلی سلطان قاجار میاد و یک حرم سرایی داره که اقام نجومی داره و به اون میشه گفت کارخونه بچه سازی با آقای فتحعلی سلطان، ما شاهد اون هستیم که این فرزندان و نوادگان و نبیره های فتحعلی سلطان و این شازده ها و دوله ها و سلطنه های قاجاری تمام ارکان دولتی، اداری، اقتصادی ایران رو به دست گرفتن. و همچنین اگه شما به لیست نام های خوانین ایران نگاه بکنید که 70-80% جمعیت ایران رو در روستاها به زنجیر کشیده بودن، اکثر این خوانین ریشه قاجاری داشتن و یا ریشه آخوندی. این مسئله که برای شما توضیح میدم به چه دلیل؟ به خاطر اینکه با اومدن این فرهنگ ایلی و قبیله‌ای در ایران جامعه ما یک فرهنگ ایلی و قبیله به دستش میاد. فرهنگ خودی و ناخودی در این جامعه ریشه میگیره.
ما امروز در ایران شاهد اون هستیم که متاسفانه در جامعه ما پذیرفته شده که اگر یک رفیق یا یک دوست حتی جنایت بکنه، ما حقیقت رو چشم‌پوشی میکنیم و جانبگیری میکنیم. این در زندگی روزمره‌مون هم هست و متاسفانه در زندگی سیاسیمون، در زندگی هنریمون حتی. در دوران پهلوی، زمانی که برخلاف دروغ‌های مخالفین پهلوی، اتفاقا تمام مخالفین پهلوی آزادانه می‌نوشتند، می‌سرودند، آواز می‌خوندند و فیلم می‌ساختند، شما برید زندگی نامی احمد شاملو رو بخونید و می‌بینید که من راست میگم یا دروغ. احمد شاملو برای وزارت کشاورزی کار می‌کرد، در تلویزیون ملی ایران برنامه می‌ساخت، در تمام جشنواره‌هایی که دولت ترتیب می‌داد فعال بود و آزادانه می نوشت و می سرود و اتفاقا سناریو بسیاری از فیلم های فارسی را همین آقای احمد شاملو می ساخت. ولی همین آقای احمد شاملو که توده‌ای بود و یاران توده‌ای دیگرش، اینها بودن که اعمال سانسور می کردن. فراموش نکنیم که به گفته جهانگیر هدایت، برادرزاده و میراثدار آثار صادق هدایت، زمانی که صادق هدایت میاد و قبول نمی‌کنه که حزب توده در آذربایجان و کردستان در زمان پیشه‌وری و قاضی محمد تلاش کرده که در تجزیه ایران همکاری بکنه، از اون موقع بود که احسان طبری و یارانش بدترین فحاشی‌ها رو صادق هدایت می‌کردن و تلاش کردن که جلوی انتشار آثار صادق هدایت رو در ایران بگیرن. همین کارا هم با فروغ فرخزاد انجام دادن، توهین‌های حزب توده به فروغ فرخزاد، همین حمله‌ها به اخوان ثالث شد و دیگران. یعنی همین مسئله خودی و ناخودی رو در عرصه هنری هم پیاده می‌کردن. یا توده‌ای بودی یا اگر توده‌ای نبودی آثار هنریت رو جلوش رو می‌گرفتن و تو رو بزرگ نمی‌کردن. این مثالایی که میارم خیلی سریع نگاهم به ساعتی که امروز وقتمون شاید بذارم بیشتر باشه. این فقیمو یعنی ما امروز و نسل من امروز میراثدار یک جامعه‌ای که دچار تعصبات ایلی و قبیله‌ایه و در سیاست هم اینگونه رفتار میکنه. چرا امروز این مسئله رو میخوام بگم؟ به خاطر اینکه به یاد فریدون فرخزاد هستم. ماه آگوست ماهیه که من این ماه رو تقدیم میکنم به زنده یاد فریدون فرخزاد که در زندگی من بسیار تاثیرگذار بوده. من هم مثل فریدون فرخزاد باورمند هستم به یک اقتصادی که سیاست اقتصادی که در اونجا به ناتوانان کمک بشه. در اروپا بهش میگن سوسیال دموکراسی، این با سوسیالیسم چپ‌های کلاسیک ایران کاملا تفاوت داره. سوسیال دموکراسی پایبند پارلمانتاریسمه. یک سوسیال دموکرات میتونه مثل من هوادار پادشاهی پارلمانی باشه و من این رو در فریدون فرخزاد میدیدم. فریدون فرخزاد هرگز راضی نبود که فقر در جامعه ایران توسعه پیدا کنه، با بی‌عدالتی ها مبارزه میکرد، طرفدار برابری زن و مرد بود، مخالف تبعیض نژادی و تبعیض مذهبی در ایران بود و در هر جای دنیا بود و همیشه تلاش میکرد که سخن خودش رو رک بیان بکنه. من این کارش رو بسیار دوست داشتم. علاوه بر اون فریدون فرخزاد شدیداً میهن‌پرست بود. من از یک چیز فریدون فرخزاد خوشم میاد که به اشتباهات خودش اعتراف میکرد و عذرخواهی میکرد و زمانی که من شنیدم فریدون فرخزاد چنین ناجوان مردانه به قتل رسیدن، چنان اندوهی وجودم رو گرفت و فکر میکنم تا لحظه آخر زندگیم غم در دل من باشه که تا زمانی که فریدون فرخزاد زنده بود ایرانی ها به او فحش میدادن و توهین میکردن، اذیتش میکردن و آزارش میدادن، بسیار نمیگم همه ولی بسیاری از ایرانیان. و زمانی که از دنیا رفت، فرهنگ مرد دزدی باعث شد که بسیاری سعی کنن جنازه او رو بدزدن. جنازه دزدی یعنی چی؟ یعنی این که بیان و مرام سیاسی فریدون فرخزاد رو سانسور بکنن. امروز میخوام کمی در این باره با شما صحبت بکنم. مسئله که امروز منو خیلی برآشفت این بود که در سایت پارسل نیوز مقاله بسیار جالبی رو خوندم از نویسنده‌ای به نام بزرگمهر که در اونجا نوشت نقدی مستند بر یکی از برنامه‌های تلویزیون مناتو، شبکه تلویزیونی مناتو در اونجا نوشته بود. گویا این شبکه برنامه‌ای رو در باره زندگیت فریدون فرخزاد پخش کرده بود به نام شب بود و
نویسنده عزیز مطالبی اشاره کرده بود که من خودم بارها شاهد اون بودم در رابطه با طرفداران پادشاهی، و اینجا فریدون فراسال استثنا نیست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که در این برنامه، و میگم این نویسنده اینو نوشته و خودم شاهد این و مسائل دیگری هم بودم، اینه که چند مطلب انجام شده. یکی اینکه درباره او اومدن و زندگی سیاسی فریدون فراسال رو سانسور کردن. نویسنده، من نقل میکنم از این مقاله، میگه دو صحبت درباره عقاید سیاسی فریدون فراسال در این برنامه میشه. یک، که او رو مارکسیست خطاب میکنن، و دومی که اگر هم یاد میکنن که مخالف جمهوری اسلامی بوده، نمیگوید که طرفدار چه نظامی بوده. یعنی به کل سانسور میکنن که فریدون فرخزاد آهنگی خونده به اسم زنده با شاه ما، شاه ما رضا، یا سانسور میکنن اینو به یاد به خاطر شهریار ایران رضا شاه دوم خونده بود، و سانسور میکنن که در کلیپ های ویدیوی خودش پشت سر خودش پرچم شیر و خورشید و حتی با تاج گذاشته بود. سانسور میکنن که خود فریدون فرخزاد با آقای از کنسرت ها جاوید شاه میگفت. سانسور میکنن که فریدون فرخزاد به یاد تیمسار رحیمی و سربازان ارتش شاهنشاهی آهنگ خونده بود. و سانسور میکنن صحبت های فریدون فرخزاد رو در دفاع از خاندان پهلوی. و یک صحبت جالبی دیگری که در این مقاله بود و اشاره کرده بود که در اون برنامه سانسور شده بود، این که قاتلین فریدون فرخزاد کی بودن، فریدون فرخزاد برای چه کشته شد. این مسئله که ما امروز یاد میکنیم اینه که چرا این کار انجام میدن. بذارید من بیشتر مسئله رو باز کنم. بعد از اینکه فریدون فرخزاد رو کشتن، همین کانون نویسندگان ایران که در بوم مرز تشکیل میشد، نزدیک 10 تا 12 سال یک بار بیانیه‌ای در انتقاد از قتل فریدون فرخزاد ننوشت، چون اکثر اونها توده‌ای بودن. در بسیاری از روزنامه‌ها و نشریاتی که متعلق به جبهه ملی و تحریک چپ بود، یادی و نامی از فریدون فرخزاد نمی‌کردند. قبر فریدون فرخزاد رو فیلمبرداری نمی‌کردن، یادی از اون نمی‌کردن، اشعارش رو نمی‌خوندن. کمتر کسی می‌دونه که فریدون فرخزاد در کشور آلمان جایزه گرفته بود برای اشعاری که با ایران و نویسندگان ایرانیه که در به زبان دیگری هم شعر گفت و برای اون جایزه گرفت. فریدون فرخزاد که تحصیلاتی در رشته علوم سیاسی داشت، در تمام زندگیش یک فرد سیاسی بود. فریدون فرخزاد بود که می اومد شجاعانه در کنسرت های خودش در خارج از کشور مزخرفات خمینی رو به نقد میکشید. فریدون فرخزاد بود که برای آزادی ایران در تمام رسانه هایی که ماش مصاحبه میکردن مرگ بر جمهوری اسلامی میگفت. ولی همین فریدون فرخزاد بود که در جنگ ایران و عراق به عراق رفت در زندان های نظامی عراق، و برای همین نوجوانان ایرانی و جوانان ایرانی که در جنگ زندانی جنگی شده بودند، در اونجا برای اونها قضا می برد، دوا و درمان می برد. و همین فریدون فرخزاد بود که اومد در اروپا و از جنایت های صدام حسین، جنایت های ضد بشری صدام حسین در زندان های جنگی عراق و از ضد جوانان ایرانی شکایت کرد. این رو در بارش هیچ وقت صحبت نمی کنم. کدام سازمان حقوق بشری اروپا بود که بیاد همونطور که خانم شیرین عبادی که امروز شده شیپورچی و سخنگوی جمهوری اسلامی کاندیدش میکنن برای جایزه سال نوبل، چرا فریدون فرخزاد کاندید هیچ جایزه حقوق بشری نکردن؟ چرا سکوت کردن؟ چون باز برمیگردم به صحبت اولم، چون فرهنگ سیاسی ایران فرهنگ خودی و ناخودیه. یادم نمیره آقای مانی عسکری کتابی نوشتن، من بی احترامی نمی کنم، کتابی نوشتن به نام خونیاگر درخون. من کتاب رو درخون یکی از دوستان خوندم و تعجب کردم. حتی در لیست آهنگهاش، آهنگهایی که فریدون فرخزاد در دفاع از نظام پادشاهی نوشته بود رو سانسور کرده بودن. من در اون کتاب یک صحبت ندیدم که فریدون فرخزاد طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی بود. چرا این مسئله رو بیان میکنم؟
به خاطر اینکه الان من میبینم وایس آف آمریکا و ABC وقتی که آقای گنجی رو دعوت میکنه، آقای گنجی وقتی از جنایات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، جنایات رو از دهه 67 آغاز میکنه، نه از دهه 60، نه از دهه 57. برای اینکه میبینم وقتی که آقای مسعود بهنود و دیگر یارانشون از جنایات جمهوری اسلامی یاد میکنن، جنایات هایی که از سال 57 آغاز شده بود رو سانسور میکنن، هیچ وقت صحبت نمیکنن از اعدام هایی که بر ضد طرفداران پادشاهی پارلمانی در سالهای 57، 58 و 59 انجام میشد. هنوز که هنوز جبهه ملی ایران، من یادم نمیاد جمله بیانیه‌ای در سالگرد اعدام تیمسار رحیمی نوشته باشه و از شرکت خودش در این اعدام ها عذرخواهی کرده باشه. من هنوز نمیبینم که سازمان چریکای فدایی خلق ایران بیانیه نوشته باشه و از بشارتنامه و تبریک خودش به خمینی در اعدام سران رژیم شاهنشاهی پوزش خواهی نکرده باشه. من هنوز نمیبینم که حزب توده ایران در نشریه خودش پوزش خواسته باشه که از این که به خمینی تبریک میگفت زمانی که طرفداران پادشاهی رو اعدام میکردن. من هنوز ندیدم که آقای گنجی و آقای سازگارا و امثال اونها و آقای موسوی و آقای کروبی معذرت خواهی کنن از شرکت خودشون در بیدادگاه های جمهوری اسلامی و اعدام هایی که از طرفداران پادشاهی میشد. من تعجب میکنم که چگونه است که تلویزیون ها و رسانه هایی که بعد از 10 سال، 12 سال، 15 سال میان و سکوت خودشون رو درباره فریدون فرخزاد میشکنن، ولی این بار هم وقتی سکوت خودشون رو میشکنن با رذالت میان و زندگی سیاسی فریدون فرخزاد رو سانسور میکنن. مرده دزدی تا کی؟ اونایی که میان و من مونده چندین ماه قبل با خانم عبدی بودم و صحبت کردم از اون برنامه ساز آقای بهرام مشیری که میاد و عکس محمد مصدق رو کنار عکس احمد کسروی تبریزی و ستارخان میذاره. در ماه مرداد من کاملا درباره آقای محمد مصدق صحبت خواهم کرد. اگه آقای مشیری تونستن یک سطر از آقای محمد مصدق به من نشون بدن که در زمانی که تبریز مورد محاصره قشون محمد علی سلطان قاجار بود، ایشون یک جمله به اعتراض نوشته باشن که ایشون اجازه میدن به خودشون عکس مصدق رو کنار ستارخان بذارن. به من اگه تونستن آقای مشیری یک جمله نشون بدن زمانی که فدایان اسلام احمد کسروی تبریزی رو ترور کردن که ایشون یک جمله به اعتراض نوشته باشه، آیا غیر از این بود که همین جبهه ملی ایران بود که زمانی که در مجلس 16 اکثریت داشت به قید لایحه فوری خواستار آزادی تمام فدایان اسلام از زندان شد، آیا غیر از اینه که جبهه ملی در جلوی مجلس شورای ملی تظاهرات میکرد و فدایان اسلام و ناجی ایران و استقلال ایران خطاب میکردن؟ همین اسناد را برای شما خواهیم بود. ببینید فرهنگ مورد دزدی فرهنگی که ریشه در مذهب شیعه داره. وقتی که در کشور ما آخوندها پول زندگیشون رو در روزخونی به دست میارن، روزخونی یعنی روزخونی یعنی چی؟ یعنی با مرده ها پول در آوردن. فرهنگ مرده دزدی در جامعه رواج پیدا میکنه و رواج این فرهنگ مرده دزدی ادغام میشه با فرهنگ ایلی و قبیله‌ای که براتون قبلا توضیح دادم و در اون هنگامه که این اتفاق میفته که ما میان و تلاش میکنیم مردگان رو ازشون برای مسائل سیاسیمون از نام اونها سوء استفاده کنیم. این امروز هم ادامه داره. بابک خرم‌دین رو پانترکیستای تجزیه طلب نام بابک رو میکنن بایبک. خجالت واقعا شرم و حیا چیز بدی نیست. یا اینکه بعضیا میان و تلاش میکنن که از مازیار فرزند طبرستان یک تجزیه طلب بسازن و او را مرتبط بکنن به جمهوری سوسیالیستی گیلان آقای نمیدونم چی اسمش در سال 1923 جمهوری سوسیالیستی گیلان با حیدر مغلی. یعنی میخوان رفت بدن مازیار رو که عاشق ایران بود رو به حیدر مغلی. این فرهنگ مورد دزدی رواج داره. اگه امکان داره من کلیپ شماره یک رو آماده کنیم تا ببینیم که فریدون فرخزاد چه عقایدی داشت و اون شبکه‌ها و رسانه‌هایی که در برون مرز با پول بیگانه تلاش میکنن که مورد دزدی کنن کمی خجالت بکشن. آیا کلیپ اول ما آماده هستش؟ خواهش میکنم پخش کنیم.
به یارانشون و همراهانش برای خودشون و به کتاب تویی ها و فدایان فرزندگی ها در ایران، چون عمل و بنا مسلمان غلط نمیدن به دست بگیرن چیزهایی را که نیست این دوره دیگه بودن غلط بودن این کارها. اما بعضی که به قول خودشون قیام کردن، قیامی مردمی کردن، به دودگاه مهرآباد رفتن و سرود خوندن برای امامشون و امامشون روی دست به خانه آوردن. بعد از اینکه دو سال که آقای خمینی هفته شده بود از تیرباران ملت ایران و رفتن سراغ خود آقایون همکارانشون من اصدر و نجاری و بلوزاری، آقای رجبی شروع کرد به اعتراض و گفتن که این امام قاتل و جانیه رو داره میکشه و دیشب من گفتن که ما نمیدونستیم که امام این چیزی هستش. خمینی وقتی که به ایران آمد در تلویزیون گفتش که مجاهدین خلق آمده بودن به نجف و میخواستن من رو اقتال بکنن. این جمله آقای خمینی. و دیشب این آقای گفتن که شما که قدرت این رو دارید کسی رو اقتال بکنید که ما رو اقتال کرد، شما دیگه چه شما دیگه گفتن که ما جمهوری میخواییم، جمهوری دوم میخواییم. این رو این آقایی میگن و من به این آقایی جواب میدم کدوم جمهوری آقای رجبی؟ کدوم جمهوری دوم؟ با شیش هزار تاریخ ایران رو دانشجو بودن در آلمان. یک جمعیتی ما داشتیم به اسم کنفدراسیون، اکثرا مرتضی بودن، مصدقه بودن، ملی بودن، اعتراض سرمایه‌طلب هم نبودن. در این تمام مطبوعات جهان همین روزنامه‌های انگلستان، همین روزنامه‌های امریکا، همین روزنامه‌هایی که میخواهند برای ما سیاست بسازند و سیاستمدار بیاورند و زندگی ما رو به این صورت در بیارند، همینها چنان وانمود میکردن که این صد تا دانشجوی کنفدراسیونی اینها ملت ایران هستند. ولی امروز که هزاران هزار مردم کشور من تیر بودن. اما یه سوال که بازی شد گفتم چرا وقتی شما ایرانیها بدون حکومت سابق، دیگه حکومت یه نیست، بدون حکومت سابق شما آقایی و خانمها کشاورزی ماریس بنانده شدی، چرا پلیس فرانسه را دزد شده که با هر هزار کمک دیگه بدیم هم کارتو میکنیم؟ پس گفتی شما حکومت کیه؟ حکومتی که دیکتاتوری میکنه حکومت این دل بوزه ایران در کدام دوان من بگو شما این من این شهرها ایران رو مراد کرد در کدام دوان 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 شام ایران این ارتش رو درست کرده دادنگو مسلح کرده برای اینکه خلق ایران رو تخوبی بکنه. ارتش ایران، ارتش شاهنشاهی ایران هرگز مردم ایران رو بمباران نکرد، ارتش ایران هرگز مردم ایران رو قتل‌عام نکرد، ارتش ایران هرگز خانه‌های ما رو اصلا بمباران نکرد. اون ارتشی که مردم ایران رو بمباران میکنه پاسدارهای خمینی هستند، پاسدارهای خمینی که مردم ایران رو قتل‌عام میکنند. ارتش اسلام آقای خانم من در پاریس هم گفتم طوری که به نام ملت ایران از صدام حسین گرفته میشه خونبها قدرت ایرانه. من امیدوار هستم چون به ارتش بله این یک سندی بود در رابطه با آنچه که تاریخ در تاریخ ثبت شده. من پرسشم اینه که ما ایرانی ها تا که حاضرین دروغ رو تحمل کنیم، دروغ بگیم و دروغ رو تحمل کنیم؟ یعنی دو مسئله باید بهش واقعا توجه کنیم. یکی این که فرهنگ دروغ گفتن در جامعه با بسیار رواج پیدا کرده، ولی مشکل دیگری که ما داریم اینه که دروغ شنیدن رو هم بهش عادت کردیم و تحمل میکنیم. من در جامعه های آزاد دنیا بارها دیدم که بسیاری از سیاستمدارانی که این چنین دروغ گفتند رو مجبور کردن مردم اون کشورها رو استعفا دادن. این مردم یک جامعه هستند که تصمیم گیر هستند چه کسانی رو قبول بکنن و چه کسانی رو قبول نکنن. روزنامه نگاران و برنامه سازانی در رسانه هایی که پولش رو دولت های بیگانه میدن، اینها اگه
همین کارهایی که انجام میدن رو در رسانه‌های آلمانی زبان، فرانسوی زبان و انگلیسی زبان انجام داده بودن، تا کنون بارها از اون رسانه‌ها اخراج شده بودن. نه به خاطر اینکه صاحبان اون رسانه‌ها هم آدم‌های بسیار امین و شریفی، نه، به خاطر اینکه موج اعتراضات بیننده‌ها باعث می‌شد که اون رسانه مجبور بشه برای اینکه به کار خودش ادامه بده این اشخاص رو بیرون کنه. این مردم یک جامعه هستن که تصمیم گیرنده هستن. این مسئله که الان برای شما بیان کردم و دربارش واقعا معتقد هستم که مردم ما و جامعه ما باید مسئولیت پذیر باشه، مسئله که برای آینده کشور ما هم بسیار مهمه. کشور ایران یک کشور ثروتمندیه، دارای ذخایر غنی نفت و گازه. مس ایران اگه اشتباه نکنم ما دومین ذخایر مس دنیا رو داریم و همچنین از لحاظ سوق‌الجیشی، از لحاظ استراتژیک، جغرافیای ایران بین خلیج همیشه فارس و دریای مازندران، ایران به عنوان یک ابرقدرت فرهنگی، ببینید اگه ما امروز ابرقدرت اقتصادی نیستیم ولی ابرقدرت فرهنگی هستیم. ایران یکی از معدود کشورهای جهانه که میتونه به خودش به عنوان یک ابرقدرت فرهنگی ادعا بکنه که میراثدار فرهنگ انسانیه و تاثیر ایران در به خصوص از لحاظ فرهنگی اگه این جمهوری اسلامی رو ما کنار بزنیم به گونه خواهد بود که ما میتونیم جلوی امپریالیسم فرهنگی غرب رو هم بگیریم. بنابراین ایران همیشه مورد به عنوان یک تومه از دید امپریالیستاش نگاه خواهد شد. ایران همیشه مورد حمله بیگانگان بوده. ایران در هزاره هایی که گذشت همیشه مورد حمله بیگانگان بوده. فقط تفاوتش اینه که نسل های دیگر تونستن اکثر مواقع با موفقیت جلوی این هجوم رو بگیرن، ولی ما نسلی که امروز زنده هستیم نتونستیم جلوی 4 تا آخوند پاورنر رو بگیریم و این باید به ما نشون بده که مشکل ما مشکلی است که در درون جامعه ما قرار داره. درسته که در سال ننگین 57 مردم ایران در یک توطئه، در یک نمایشنامه سیاسی گول خوردند و درسته که دولت آمریکا و دولت انگلستان اومدن و با منابع مالی، نظامی و تبلیغاتی خودشون یک جنگ تبلیغاتی رو آغاز کردن. بسیاری از کشورها اسلحه و کمک‌های نظامی به مخالفین پادشاه دادن و از لحاظ سیاسی هم رژیم پادشاهی رو زیر فشار گذاشتن. ولی نباید فراموش کنیم که اگر کارگردانان این نمایشنامه ننگین بیگانگان بودن، متاسفانه باید بگم بازیکنان دست به سینه و حلقه به گوش این نمایشنامه ننگین بسیاری از مردم ایران هم بودن. این مشکل اجتماعی جامعه ما بود که حاضر بود دروغ پردازی های بی بی سی را قبول کنه. مطمئن باشید که بی بی سی که به زبانهای مختلفی در دنیا پخش میشه امکان نداره به زبان آلمانی جرأت بکنه این اراجیفی رو که در 50-60 سال گذشته تعریف کرده به زبان آلمانی هم نثار مردم آلمان بکنه. مورد قبول قرار نمیگیره. این مردم کشور ما هستن که هنوز با نگاه کردن به بی بی سی ها نشون میدن به دولت های بیگانه که هنوز مردم ایران آماده پذیرش دروغ هستن. ما اگه یک بار بیاییم به سیاستمداران خودمون بگیم دروغ نگو و واکنش نشون بدیم، من مطمئنم یک گام بزرگ به سوی آزادی برداشتیم. دوستان عزیز، اگه من از الان، چون اون برنامه همون کمی طولانی تره، دوستانی که علاقه دارن میتونن از الان به برنامه من تلفن کنن 201-818-564-4013. فقط اینو من قبلش توضیح بدم، چون من در اروپا هستم و استودیو در آمریکا، شما وقتی تلفن میکنید صدای شما رو من میشنوم ولی شما ممکنه صدای من رو نشنوید. شما صحبتتون رو بکنید، در 2 یا 3 دقیقه خواهش میکنم کوتاه. من در رابطه با قتل و ترور فریدون فرخزاد یک سروده هست میخوام بخونم. این سروده در رابطه با همه قربانیان جمهوری اسلامیه. شما در این سرود نام فروهرها رو هم خواهید شنید، با اینکه من هوادار عقاید سیاسی اونها نیستم، ولی باز هم میگم من در رابطه با جنایت جمهوری اسلامی خودی و ناخودی نمیشناسم. این سروده از بابک اسحاقیه. من چند بیتش رو میخوام بخونم. میگه من این شمشیر خونین را، عبا و ریش ننگین را،
من این اهریمن آیین را بدان هرگز نمی بخشم. من این آزار برجان را، تناب و دار و مردنها را، سکوت سرد زندان را بدان هرگز نمی بخشم. جهانبانی ربیعی را، فروهرها و دشتی را، شب قتل رحیمی را بدان هرگز نمی بخشم. تن خونین فرخزاد ز خاک و خون زند فریاد، تن خونین فرخزاد ز خاک و خون زند فریاد، تو را ای ظالم و جلاد بدان هرگز نمی بخشم. این چکامه طولانیه و بعد این چکامه رو من خیلی دوست دارم و آغازش رو هم اگه دوستان در سایت فیسبوک من برن این دو بیت از این چکامه رو در اونجا هم گذاشتم. سایت فیسبوک من هست خسرو فربهر، همینطوری که الان در روی تصویر مشاهده میکنید و دوستانی که علاقه دارن میتونن با من در اونجا تماس بگیرن و به من مسیج بدن و دوستانی که علاقه دارن با چون من برنامه ها رو در یوتیوب آپلود میکنم، البته متاسفانه بسیاری از کلیپ هایی که در برنامه پخش میشه نمیتونم در ضبط اون در یوتیوب آپلود کنم، مشکل پیدا میشه، ولی کلا سعی میکنم بسیاری از صحبت ما در یوتیوب آپلود کنم. دوستانی که بخوان با جدیدترین کلیپ های من آشنا بشن میتونن در سایت فیسبوکی خسرو فربهر فنز هم عضو بشن، چون در اونجا دوستانی هم مطالبی رو که از برنامه من هست رو میگیرن ادیت میکنن یا نقد و انتقادی هم هست در اونجا میذارن. خوشحال میشم اگه اونجا هم عضو بشید و با من باشید.